بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالسمد اسکندری فعال جامعه مدنی و یکی از باشندگان کابل سلام وقت شما بخیر خیلی خوش آمد به برنامه بنام خدا سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و خدمت تمام بینده های خوب طولانی بله آقای اسکندری میخوام از شما بپرسم به که از طرف حکومت افغانستان بارها تعهد بر ایجاد زمینه های کاری صورت گرفته آیا واقعا کار برای جوانان به ویژه ایجاد شده در حال حاضر بدبختانه که باید با روی از بحث بپردازیم که در چند دهه گذشته افغانستان بیکاری یک معزله بسیار خطرناک و همچنین یک مزله تبدیل شده یک مشکل تبدیل شده بر جوانان و بر تمام جامعه که نیروی کار هست ولی زمینه کارسازی نیست و همچنین دولت هم زمینه کار فراهم نساخته یک موردی که میخوایم اشاره بکنم نبود امنیت است که ای هم مثال رول عمده و مهمه ایفا میکنه و در اخیرا دولت هم روی یک برنامه ملی دیگر به نام برنامه ملی اشتغال زایی کار میکنه که این برنامه در به گفته خودشان در پنج رشته است یا زراعت و آبیاری و همچنان شهر، پاکسازی شهر است کینا و چندین موارد دیگر که ساختن راه ها و قریجات است و همچنین ساختن خانه ها و کارخانه ها است و چندین موارد دیگر است که دولت وعده سپرده تا پنج سال آینده یعنی دوستد هزار جوان توسط پروسه ملی بکار کار میشن و ما فکر نمی کنم که ای یک پروسه دوامدار باشه یا پروسه بنیادی باشه و این شاید فایده بیشتر به بیکاری افغانستان نخواهد داشت بله نبود زمینه های کار چقدر از چالش های عمده جوانان است ما جوان های تحصیل کرده هم داریم که اونا در حال حاضر بیکار هستند دقیقا خود نبود کار چالش برانگیز است که جوانا در افغانستان یعنی سالانه اگر ما متوجه شیم از هر پانتون چندین هزار جوان فارغ میشه و همچنین زمینی کار نیست و فیصدی کمشان در دولت یعنی برشان کار داده میشه که خود از این مشکل زا و همچنین او جوانایی که بیکار است رو به ایتیاد میارن و او جوانایی که بیکار هستن یعنی به جرم و جرایم دست میزنن و نامنی های بیشتر که در ناحیه و قریجات و در ولایات و در خود مرکز دیده میشه زیادش از بیکاری است که جوان ها میخواین که برار زندگی کنن و سطح اقتصادشان پایین هست و اینان کار ندارن و وظیفه ندارن بعض جوان ها معاجر میشن بعض جوان ها به کشورهای بیرونی میرن و او سند تحصیلی که از افغانستان دارن اونجا میرن و به کار بسیار شاقه میپردازن بخاطر از که پول پیدا بکنن و امرار زندگی بکنن از دید شما حکومت افغانستان چگونه باید بر بکنه که بتونه زمینه های کاری را بر مردم میجا. بکنن نه تنها جوانان بر تمام شهروندان کشور بسیار خوب ما شاید از این بودیم که پارسال چندین وزیر یعنی به اول سیجرگا خواسته شد و مشکل این بود که بودیجه دیگر نتونستند مصرف بکنن یک مشکلی است که وزارت خانه و همچنین دولت بودیج توسعه بودیجه را که برشان داده میشه، اینا را نمیتارن که با مصرف رسانی یک آن مشکلشی است که ایمی تان بیکاری را زیاد بکنه. مشکل دیگرش نبود امنیت است که سال در هیچ ولایت نیست. اگر هم کمتر دیده میشه و امنیت در ولایت نیست، با می دلیل بوده که ما نتونستیم که امی امی ما توسط جنگ در ولایت کس از بین رفته و این مار نتانسته که پیشرفت بوده و نیروی کار یعنی رشد بکنه و زمینه کارسازی یا اشتغال در دوایر دولتی و همچنان در خصوصی زیادتر باشه و همچنین سرمایه که قبلا سرمایه داشتن در فضای خوب سرمایه گذاری داشتن فضای آرام می نامیدن یعنی فضای امنیت ولی حال اگر متوجه شویم تمام سرمایه‌گذاران فرار سرمایه ها شده و سرمایه‌گذاری در بیرون میکنن که بسیار جوان به بیکار شد یک دلیل دیگه است و یک دلیل دیگه قوی خارجی را ما بیشتر در افغانستان در دوایر دولتی اهمیت میتیم اگر یک پست به اعلان میره اولین شرطش شایدی باشه که تجربه کاری دومین شرط شایدی باشه که تحصیل در خارج آیا بالای تحصیل خود افغانستان اعتماد ندارین و بیاین که از حقیقت ها صحبت بکنیم که در افغانستان هم در دوایر دولتی هم کار صورت نگرفته تا کمکاری هم است و فساد کاری هم است که دلایل عمده بیکاری جوانان است و اگر شکایت ازی داریم که نبود امنیت است رای ما را کسی میگیره و تمام وسایل ما را میگیرن دزدی میکنن همین است که جوانا جوانای هستند که چندین سال است بیکار هستند و مجبور به شدن که یا دزدی بکنن یا برن به احتیاط رو بیارن یا برن ماجرت بکنن در بسیار شرایط سخت سپاری کنن مثلا کشورای بیرونی برن و اونجا زمینه کار برشان مساعد است و حداقل کسایی که ماستری داره و سند لسانس داره در دست خود اونا میرن به کشورای بیرونی کار میکنن و میخواین که از اونجا پول به دست بیارن چنان و دلیل دیگهش که ما بدبختانه کشور وارداتی هستیم کشور هستیم که همه چیز واردات میشه وارد میشه در افغانستان و ما تیار او را گرفته و یعنی دولت افغانستان وظیفه است که باید بعض از فابریکه ها بسازه فابریکه های بنیادی بسازه نه پارک های صنعتی وار چندین فابریکه است که نمیفهم بعض چیزهای میسازن که کوتاه مدت هست ولی بیاین فابریکه های بنیادی دولت باید جور بکنن که چندین جوان جوانایی که بیکار هستن حالا وزارت کار و امور اجتماعی با بسیار افتخار آمار را میگن که 10 میلیون که واجد شرایط کار هست از این ده میلیون هشت میلیون از ای بیکار است شما فکر بکنین از 50 فیصد بلندتر شدی ولی این جوانایی که بیکار است اینا چی میکنن اینا اگر تجارت شخصی هم پول داشته باشن آغاز بکنن نظر به امنیتی که در کشور نداریم نظر به این نمیتونن بله. که سلام امروز میزاریم. یک یک اتفاقنامه سه جانبه میان سازمان جهانی کار و طاقت تجارت و همچنان وزارت کار به امضا رسید برای ایجاد زمینهای کار مسون که در 5 سال باید برنامه های در قسمت اشتغال زایی نیز عملی شود واقعا اگر این اما عملی میتونن چقدر نقش در ایجاد زمینه های کار به ویژه بر جوانان در افغانستان داشته باشه بسیار خوب نقش ما ارزنده را ایفا میکنه به دلیل اینکه اگر ما از سوی دوایر خصوصی یعنی کار بر جوانان داده این فکر نمیکنم پایدار باشه اگر دولت وعده سپرده که تای پاین سال آینده قسم که سی جانبه به تفاهم رسیدن و بتانن که پروژه را تطبیق بسازن در افغانستان همچنین وزارت انکشاف دهات هم گفته که پانزه هزار پروژه انکشافی تا سال بعدی امکان داره که تطبیق شود و در این پروژه ها اگر 100 هزار جوان هم روی کار شود ما فکر می کنیم یک نتیجه مثبت باشه و نتیجه خوب باشه و ما بتوانیم نتیجه مطلوب داشته باشیم که تمام جوانایی که تحصیل کردن زحمت کشیدن و سالانه هزارها جوان از پانتون ها فارغ میشن ولی زمینی کار نیست اینا بکار شد بله تشکر سپاس از اینکه شما با